آقای فرزاد آقای رویانیان یک مصاحبه ای کردن با یکی از همین دست اندرکاران روزنامه ها و تلویزیون اینا که میگه من در 12 سال کار مطبوعاتی میکنم. ببینید چه افاضاتی میفرمایند. دیگه این آخر آخرشه. من به این اول فکر میکردم اینا نمیدونن، بعد فکر کردم دروغ میگم. واقعا کم کم آدم به این نتیجه میرسه که این دوستان اصلا دیوانن. شاید آخه این چه حرفایی شما به خلق الله ابراز میفرمایید؟ ما که هرچی گشتیم توی این استادیوم ها وسط جمعیت ببینیم قفسی چیزی پیدا میکنیم که این تماشاچی ها رو ببینید چه میگوین و ببینید این مجری چقدر سریع تایید میکنه. آقا گور بابای چی بگم، آمریکا و اروپا صحبت از گرونی میکنی میگن آمریکا و اروپا بدتره، امنیت میکنی میگن اونجا بدتره، خدمت شما عرض کنم آزادی اونجا همش دیکتاتور. آقا به اونا چی کار دارین؟ اصلا بذاریم اونا رو کنار، اصلا بدن، اصلا لندن و پاریس و نیویورک و سیدنی و اینا واقعا گندن. اوکی قبول، شما از خودتون بفرمایید. اجازه بدید ما فقط نیا کن اتفاق افتاد. ببینید در تهران یا در ایران، حالا بعضی ما که از نظر امنیتی خیلی خوبه ایران، خدایی من خودم مطالعه کردم، کشورهای اروپایی رفتم تحقیق کردم، پلیس بودم. خب ما در مرکز اروپا، در کشوری که دومین صنعت جهان و دومین سرمایه جهان رو داشته و معروف به انضباط هست، در یک شهر 5 برابر تهران سرقت میشه. بله دقیقا آمارش هست، آمار قتلش، سرقت خودروش. من نمیخوام هیچ کشوری اینا رو همه رو قبول کنیم، اجازه بدید درمان دیگه اجازه بده درمانش میگیم بخیر. آقای فرزاد چه کنیم؟ من بهتون میگم چه کنیم. چند سال شما تو کار مجریگری هستین؟ سال هاست. من شما رو چیزم سالق بعد 12-13 سال کار رسانه مطبوعاتی و یا دوستای که اینجا مثلا که سابقه دارم، شما تا حالا قفس دیدین تو استادیوم ها؟ قفس ندیدی؟ من مطمئنم ندیدیم، ولی من دیدم توی اروپا، تو بازی‌های اروپایی قفس درست میکنن، چون بعضی از این هواداراشون به قدری وحشیانه کار میکنن، اینا رو تو قفس نگه میدارن. و یک بار من ندیدم که تلویزیون ما رو نشون بده یا تلویزیون خودشون رو نشون بده. خیلی بدتر از ماست، خیلی بدتر از ماست. یعنی میگم قفس ها، میدونی یعنی چی؟ از طرف چهار طرف معروف آقای تابان، من عکس میدم دفعه دیگه شما نشون بدین، چهار طرف طرف رو میبندن با لوله با میله، اینا فقط میشن اونجا. ببین علاقه شو ازش نمیگیرن. میتونم سرکوبش کنم، ببرم برخورد کنم، بزننش، بندازنش بیرون دیگه، ولی میگه این آدم انقدر ارزش داره که اونجا رو ببینه، ولی ما به خاطر این احترام اینو تو قفسش میذارن. حالا یه نکته رو من بگم، الان بگم شما چی کار کنیم؟ میخوام بحثو جمع کنیم بریم شما اصلا چی کار کنیم برنامه بگم. آره حالا اینو میخوام بگم، باشگاه استقلال و پرسپولیس، حالا این درداری که گفتین درمانش